How is... گفتگوهای اخیر دو جانبی ایران و آمریکا به نظر شما تا چه حد مهم است؟ فوقلاده مهم و نوید بخش است. می تواند موفقیت بزرگی به حساب بیاید. رو کرده بهتر خودش به تنهایی میتواند منجر به پیشرفت شود. من گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک را خیلی سازنده و پرمحتوا ارزیابی میکنم و امیدوارم به یک نتیجه ای برسد که منجر به برداشتن حداقل بخش عمده ای از تحریم های اعمال شده بر ایران شود و نیز نگرانی هایی که از احتمال نظامی بودن برنامه هسته ایران هست برطرف شود. هرچند البته ثابت نشده اما به هر حال چنین فرضیه هایی وجود دارد. امیدواریم به نتیجه برد برد برسد که هم موجب آرامش بعضی از همسایه های ایران شود و همینطور فشارهای اقتصادی که در حال حاضر بر روی مردم است را کاهش دهد. نمیدانم چطور اقتصاد ایران می تواند نجات پیدا کند اما میدانم که با وجود این تحریم ها قطعا رشدی نخواهد داشت. قدم بعدی برای هر دو طرف چیست؟ آمریکا تحت چه شرایطی تحریم ها لغو می کند؟ I think we need the parameters of a deal. به پارامترهای توافقی که حاصل می شود بستگی دارد. آن اجزایی که می تواند مورد نظر غرب باشد در چون این توافقی این خواهند بود که مثلا ایران موافقت کند که قنیسازی بیشتر از پنج درصد که برای مصارف صلحآمیز کافی است ولی برای اهداف نظامی کفایت نمی کند را متوقف کند. نظارت های سفت و سخت بین و را بپذیرد شاید هم محدودیت هایی در مورد سانتریفیوش ها و نیز در مورد میزان ذخیره سازی اورانیوم غنی شده. به نظرم اگر انگیزه ی دیگری در کار نباشد می توانیم به پیش برویم و تحریم ها را کاهش بدهیم یکی از چیزهایی که من امیدوارم اتفاق بیفتد این است که کنگره این آزادی عملی که رئیس جمهور برای لغو برخی از تحریم ها در حال حاضر دارد را از او نگیرد به عقیده من رئیس جمهور باید این توانایی را داشته باشد و این مسئله نباید منوط به کنگره باشد فضای کنگره الان بیش از حد سیاسی شده به ویژه در مواردی که به خاور میانه مربوط می شود. فکر می کنم احتمال این خیلی زیادتر است که خود رئیس جمهور اوباما و جان کری وزیر خارجه بتوانند با ایران به پیشرفتی برسند که هم اطمینان غرب حاصل شود و هم ایران بتواند کالا صادر کند و فعالیت های بانکی بینون المللی داشته باشد بتواند مواد دارویی که در حال حاضر به خاطر محدودیت های سنگین مالی در سطح بین المللی قادر به تامین آنها نیست را تامین کند. Uh, what do you make of the timing of these uh, recent sanctions now? هر هر تحریم‌های جدید در کنگره را در این شرایط چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می کنم طرح تحریم های جدید غیر سازنده است. من نماینده اکثریت اعضای کنگره نیستم. تنها 20 نفر از اعضای مجلس نمایندگان بر ضد تشدید تحریم ها رای دادند. از بین 120 نفری که نامه حمایت از دیپلماسی را امضا کردند، 20 نفرشون بر این عقیده بودند که تحریم ها نباید افزایش پیدا کنه و 100 نفر مابقی هم بر این عقیده بودند که باید گفتگوها به طور هدفمند دنبال شوند با این هدف که با هر تحولی بخشی از تحریم ها مرتفع شود برای همین واجبندی نامه طوری تنظیم شده بود که موافق گفتگو بود بدون آنکه تعهدی به لغو تحریم ها یا اعمال تحریم ها در خلال مذاکرات مطرح شود تحریم های کنگره چقدر برای رئیس جمهور آمریکا چالش برانگیز خواهد بود؟ It's going to be very challenging for the president. لقوه تحریم ها برای رئیس جمهور خیلی چالش برانگیز خواهد بود. به گمان من آقای اوباما و آقای کری میخواهند کار درست را انجام دهند و از این رو باید توانایی انجام آن کار درست را داشته باشند. مسائل سیاسی زیادی در این میان مطرح است و من انتظار اینکه کنگره نقش سازنده ای را در این راستا ایفا کند ندارد اما خب سالهاست که آنها نقش سازنده ای را نداشتند حتی برای تأمین بودجه دولت نقش مفیدی بازی نکردند و خیلی از تندروها خودشان را به حاشیه راندند من معتقدم روابط ما با ایران نیازمند اعمال قدرت نرم است نه اعمال قدرت سخت و قهرامیز نباید به قوه قهری اندیشید این را هم میدانم که در داخل ایران افراد تند به اندازه افرادی که تمایل به گفتگو و تعامل با غرب دارند وجود دارد این نیاز به مدیریت دارد نیاز است که افق پیش رو ترسیم شود به درک جامعه تاریخ گذشته ای روابط ایران و آمریکا نیاز است خیلی از اعضای کنگره هیچ توجه به این موضوع ندارند که تمدن ایران حتی ایران مدرن کنونی زمانی نزدیکترین همپیمان آمریکا بود متاسفانه ما دورانی را تجربه کردیم که به گمان من هم برای ایالات متحده و هم ایران غیر سازنده بوده و امیدوارم که دو کشور بتوانند این دوران را پشت سر بگذارند و دنیا بتواند از آنچه که تمدن غنی ایرانی میتواند به آنها ارائه کند بهره مند شود اما متاسفانه بسیاری از اعضای کنگره درک درستی ندارند که ایران مجموعه متنوعی از مردم و اقوام مختلف است که مشترکات اساسی زیادی با ایالات متحده دارد کشوری با تنوع فرهنگی و قومی بالا و سطح آموزشی در خور توجه که دوران سختی را داشته و ایالات متحده به همراه بریتانیا مسئول بخشی از آن بودند نظرتون درباره تلاش های اخیر برای برقراری روابط پارلمانی بین مجلس ایران و کنگره آمریکا چیست؟ خیلی دلم میخواهد شاهد وجود روابط پارلمانی بین ایران و آمریکا باشد امری ضروری است اوضاع خیلی متفاوت خواهد شد و برای تحقق آن موارد زیادی هست که میتوانیم در این ارتباط پیشنهاد داده یا از آن پشتیبانی کنیم فکر میکنم مجلس ایران این موضوع را درک میکند که سیاست در آمریکا هم بدبستانهایی دارد که خب این بالاخره ماهیت سیاست است میتوانیم از تجربیات یکدیگر درس بگیریم ما میتوانیم از قوی مقننه ایران، تاریخ آن و به ویژه از نگاهی که مجلس ایران به آینده ی کشور دارد شناخت بهتری داشته باشیم و این بسیار ارزشمند خواهد بود. زیرا که سیاست ما محدود به ظرف مکانی نمی شود. سیاست ما ارتباط های شخصی ماست. بهبود ارتباطات شخصی اغلب منجر به مرتفع شدن مسائل موجود می شود. می توانیم به نحوی با هم تماس برقرار کنیم تا راهی برای کاستن تنش بیابیم و بتوانیم بهتر بفهمیم که چرا مثلا یک نفر یا یک سازمان چنان موضعی گرفته است و واکنش متناسب با آن باید چگونه باشد؟ اگر از شما دعوت شود به ایران سفر می کنید آیا برای چنین سفری پیش شرطی هم دارید؟ اگر این شانس را داشته باشم که به ایران سفر کنم و با نمایندگان مجلس ایران دیدار کنم قطعا دلم می خواهد تا حد امکان فضای اجتماعی ایران را هم لمس کنم تا درک بهتری از طرز تفکر مردم ایران داشته باشم مطمئن میدانید که خیلی از فعالان سیاسی و حقوق بشری و خبرنگاران در ایران در زندان هستند. باید آزاد شود. در بلند مدت آنهایی که این دوران را پشت سر میگذارند به عنوان قهرمان شناخته خواهند شد. حبس کردن منتقدان به معنای آن است که حکومت یا کسانی که آنها را حبس کرده احساس امنیت نمی کنند و برای همین هم منتقدان را سرکوب می کنند. اگر حرف آنها بویی از حقیقت نداشته باشد نباید به کارشان کاری داشت چون کسی به آنها توجه نمی کند. ولی حقیقت این است که بسیار از منتقدان در ایران حرفهایی برای گفتن دارند که حکومت ایران از آنها واهمه دارد و برای همین است که از جانب آنها مورد تهدید قرار می گیرد و با آنها برخورد می کن. در چین در مقیاس بزرگتر در کره شمالی در سوریه هم حکومت ها از حقیقت و ایده های نوین واهمه دارند و برای همین است که از دنیای غرب می ترسن. چون دنیای غرب غرب سکولار به مردمش این اجازه را می دهد که نظراتشان را بیان کنند و کاری را که دوستداران دوست دارن انجام بدهند. محدودیت های قرب نسبت به مثلا ایران خیلی کمتر است. من بر این باورم که وقتی که مردم اجازه نداشته باشند آنچه را که میخواهند بیان کنند آنگاه نیرویی که منجر به بروز جنبش های مردمی می شود بزرگتر و قویتر می شود. وقتی در کتری را با فشار نگه دارید خب آخرش منفجر می شود. وقتی مردم اجازه داشته باشند که حرفهایشان را بیان کنند آنگاه کسی به افراتی ها و کسانی که حقیقت را بیان نمی کنند توجه نمی کنند. آیا نگران مخالفت های اسرائیل و عربستان سعودی با سیاست دولت اوباما در قبال ایران نیستید؟ تندروها در اسرائیل و آنهایی که تندروتر از نتانیاهو هستند نمیخواهند روابط آمریکا با ایران بهبود پیدا کند چون آنها ایران را دشمن خود میدانند و هر گونه بهبود روابط بین ما می تواند مسائل را برای آنها پیچیده تر کند چیزی که آنها میخواهند یک تعریف روشن و واضح از خوب ها و بد هاست این مایه تاسف است اما من گمان می کنم که آن افراد باید به حاشیه رانده شوند چرا که هر گونه درگیری نظامی یا حتی این جنگ سرد بین ایران و عربستان در راستای منافع بلند مدت امنیتی یا اقتصادی هیچ کدام از طرفین نیست همینطور این نزاعی که مدت هاست بین شیعه و سنی وجود دارد و رقابتی که بین عربستان و قدرت غیر عرب منطقه در جریان است همیشه چنین هایی وجود داشته و اینجا در آمریکا ما از این مسائل آگاهیم حتی رئیس جمهور بوش هم قبل از آن که عملیات نظامی عراق را آغاز کند از درگیری های بین سنی ها و شیعیان آگاه بود و به گمان من پیروز آن جنگ ایران بود و در نتیجه سعودی‌ها. نگران آن بودند که عراق تحت تسلط شیعیان قرار بگیرد. الان هم روشن است که سعودی ها وارد درگیری های سوریه شدند. اینها مسائلی است که اگر با دقت به آنها توجه نشود می توانند اوضاع را به سیری قهقرایی سوق دهند. که Uh, uh... at least speaking for myself and hopefully at least some others that uh, they uh من این نظر بعضی ها را که میگویند رهبر ایران فرد خوبی نیست قبول ندارم. من این حرف او که میگوید ایران سلاح هسته ای نمیخواهد و هرگز نمیخواهد از چنین سلاحی استفاده کند را باور میکنم. امریس که منافع بلند مدت ایران را تعمیل می میکند و او آن منافع را در نظر میگیرد. اطمینان دارم که افراد زیادی در بین نیروهای مسلح ایران هم هستند که خواهان به ترین منافع برای ایران هستند خب حالا اتفاقاتی افتاده که ایران را به انزوا کشانده و این اصلا به نفع مردم ایران نیست که با دنیا ارتباط نداشته باشند چون این انزوا فرصتهای اقتصادی را از آنها میگیرد و از آنچه که در جهان در جریان است به دور می‌ماند. اگر این امکان را داشته باشند که با دنیا همکاری و تعامل کنند و بخشی از این جامعه جهانی باشند آینده بهتری هم برای خودشان و هم برای دنیا رقم خواهد خورد ما به متفکران بزرگ ایرانی نیاز داریم معرفتی که در اشعار مولاناست نقش ای در شکل دهی به تمدن بشری ایفا کرده اگر تمدن پارسی تمدن مصری و امثال آنها را نداشتیم اوضاع فرق کرد ما همه محصول این تمدن‌های بنیادی و کهن هستیم و برای همین هم لازم است گاهی به هایمان بازگردیم و بفهمیم که دنیا چقدر کوچک است و اگر میخواهیم به رستگاری برسیم باید دست به دست هم کار کنیم ما نقاط اشتراک فراوانی داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم نه روی اختلافات جزئی وجوه اشتراک ما با مردم ایران بسیار بیشتر از آن چیزهایی است که مایه اختلاف ماست ادعی در حزب خود شما معتقدند رهبر جمهوری اسلامی مانع بهبود روابط ایران و آمریکا بوده است و اینک تحت فشارهای اقتصادی کمرشکن فرصتی به روحانی برای حل مشکل با آمریکا داده است. می توانیم حدسیات خودمان را درباره انگیزه ایران مطرح کنیم. می توانیم بدبین باشیم. می توانیم خوشبین باشیم که البته بعضی آن را از سر نپختگی و خامی می دانند. باید به واقعیت های موجود در اوضاع فعلی توجه کنیم و این واقعیت ها این است که رئیس جمهور روحانی برای حرف هایش پشتوانه عملی دارد. گفتگوهای با محتوا و روبه جلو در جریان است که در هفتم و 8 نوامبر ادامه پیدا خواهند کرد. نمیتوانم بپذیرم که آقای روحانی این اقدامات را بدون حمایت رهبری انجام می دهد. این خوب است. شاید بعضی ها از این روند احساس خطر کنند. اما برای دنیا و برای اروپا و غرب دلگرم کننده است. در این مقطع زمانی به نظر من چشمانداز روابط ایران و آمریکا کاملا روشن است. اگر آقای روحانی این لحن ملایم را به کار نمی برد و تن به گفتگو نمی داد، شکی نبود که تحریم ها علیه ایران می توانست حتی از این هم تر شود و مردم ایران بیشتر از این به زحمت میافتادند. اما به گمان من ما روند نزدیک شدن به یکدیگر را آغاز کرده ایم و در بلند مدت این به نفع همه خواهد بود. به نفع غرب، شرق اسرائیل، آمریکا و مردم ایران..